درود به همه دوستان و همراهان هموطنان عزیزم، خوش اومدید به اتاق جنگ. در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 22 فروردین دهم آوریل 2024، اتاق تحلیل استراتژیک تحولات ایران در سایه جنگ حماس و اسرائیل و در سایه جنگ در متن جمهوری اسلامی و اسرائیل در روزهای گذشته. به همه شما درود می‌فرستم، ممنونم که با من همراه هستید. اگر دوستان یه لطفی بکنن که به من خبر بدن که صدای من کیفیتش خوب هست یا نه، خیلی ممنون میشم، چون در طول برنامه قبلی من نگاه کردم تو کامنت ها ظاهرا بعضی دوستان خیلی تعدادشون کمه، شاید بگم دو سه نفر بیشتر نبودن در کل، که میگفتن صدا ضعیف هستش. من صدا رو چک کردم، صدا مشکلی نداشت تا اونجایی که میدونم. اگه دوستان پیام بدن ببینن به من بگن که صدا اوکی هست یا نه، که من با خیال راحت شروع کنم که شما مشکلی نداشته باشه. خیلی ممنونم عزیزان، بسیار ازتون ممنونم که با من هستید در اتاق جنگ. به تدریج دوستان ملحق میشن. من ممنونم از ایرانداران، سلام و درود خدمت شما. جناب آقای حسین حسینزاده درود به شما، آقای جواد سراج درود، هموطن عزیز نادیا درود به شما، حسین سلطانی درود. من از آقای و خانم فاکتور میگیرم برای اینکه میخوام بحث رو برم جلو و وقت کم نیارم و زیادم وقت شما رو نگیرم. آقای حمیدرضا دولتی درود به شما، همراه همیشگیم آقای ناصر الوندی درود، خوش اومدید به اتاق جنگ. یه سری کامنت هستش که من آخر بحث جواب میدم. سایرس دیوین درود، آقای احمد طولو درود به شما، SHSH we are looking forward same، و پیتر لی ایران به دست اسرائیل آزاد خواهد شد، انگرافی درود، فرزاد فانی درود به شما، آرش کمانگیر، سعید وحید، اکتیون فردین، حسین پور، آقای پوریا عزیز، مجید شیری، فریبرز شریفیان، آقای حسین سلطان، جواد یعقوبی، آرپی گرامی، آرمین حیدری، RFRF درود به شما، کلانتر، الو، آرمین حیدری، والتر، مهدی تی، خانم آزاده، مهدی، امین محمدی، علیرضا ای، دیوید، ترامپ 2024، آرمین حیدری، والتر، و آقای نیما پری، علیرضا ای و بقیه دوستان، خانم مریم آف شمال، مرسی، و نادرلند، ویدا صفایی و بقیه دوستان. خب دوستان، امروز یه بحث بسیار مهمی داریم. به نظر میاد که به ساعت صفر جنگ، حالا میشه گفت به صورت تئوریک حداقل، داریم نزدیک میشیم. در منطقه چند تا تحول مهم رخ داده بود، حالا نسبتا مهم، چند تا تحول میشه گفت نسبتا جدید رخ داد در طول چند روز گذشته. اولش همین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای بود که امروز گفتش که اسرائیل تنبیه خواهد شد، باید تنبیه بشه و تنبیه هم خواهد شد. این نشون میده که ظاهرا جمهوری اسلامی حتما واکنش نظامی به اسرائیل نشون خواهد داد، ولی کی مشخص نیست، اینو بحث میکنم. امروز سه تن از فرزندان اسماعیل هنیه، سه تن از دیگر فرزندان اسماعیل هنیه باید گفت، ظاهرا مشخص نیست دقیقا چند تا فرزند داره، سه تا دیگر از فرزندان اسماعیل هنیه به همراه نوه‌هاش کشته شدن و در یک بمبگذاری در ساحل، در کمپ ساحلی در غزه. یه ویدیوش هم همین چند دقیقه پیش منتشر شد که دارن خبر میدن بهش که سه تا فرزندت و نواد کشته شدن، خیلی ریلکس، بدون اینکه اصلا نوعی واکنش رو در چهره او ببینید. من اینو حتی اینستاگرام هم گذاشتم، تشکر کرد از خدا و خیلی هم به نظر میومد خوشحال بود و در واقع این خیالش هم نبود. شما ببینید وقتی که رهبر یک گروهی و حال از نگاه اینها اینجوری برداشت میشه که این فرزندان در راه خدا شهادت پیدا کردن و خیلی هم خبر خوبی هستش، ولی به هر حال یک پدر وقتی نسبت به فرزندش کوچکترین احساسی داشته باشه، به هر حال اونجوری هم حالا حتی اگر شهید هم بشه اونجوری واکنش نشون نمیده، ولی ببینید شما واکنش اینا نسبت به فرزندانشون، کشته شدن فرزندانشون اینجوری هستش، دیگه وای به حال نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی که دارن برای اینا
در واقع جان فشانی میکنن. و یه خبر دیگه هم بودش که امروز فکر کنم رئیسی و رئیس جمهور ترکیه هم با هم دیگه تماس تلفنی داشتن. معمولا به خاطر این اعیاد مذهبی و دینی رؤسای جمهوری کشورهای اسلامی با هم دیگه تماس میگیرن و تبریک به هم دیگه میگن، ولی امروز دوباره رئیسی اصرار و پافشاری دوباره که باید حتما ترکیه روابطشو با اسرائیل قطع بکنه، که من بعید میدونم همچین مسئله رخ بده. اصرار و پافشاری نه یه بار، دو بار در کل این 7 ماه گذشته اصرار دارن که باید کشورها مطابق خواست جمهوری اسلامی رفتار بکنن، در حالی که کشورها در اساس روابط بین الملل بر اساس منافعشون عمل میکنن نه بر اساس خواست جمهوری اسلامی. و این یک واقعیت هست. و صحبت جان کربی سخنگوی شورای امنیت سازمان ملل هم بسیار مهم بود. چند روز پیش بود فکر میکنم 8 اپریل برابر با 20 فروردین بود که وقتی که خبرنگار CNN ازش سوال کرد در رابطه با اینکه اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد طرف جمهوری اسلامی، عمق آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد یا نه، جان کربی گفتش که آمریکا پشت اسرائیل هستش و از اسرائیل حمایت خواهد کرد. البته این یک حمایت لفظی بود، ولی خب نشانه دیده میشه که چنین حمایتی رو انجام بدن. اینم جای بحث داره. ولی یه نکته هم که جان کربی گذاشت یعنی در موردش صحبت کرد این بودش که جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های دیپلماتیک پشت پرده خبر دادن به آمریکایی‌ها که اگر آمریکا به اسرائیل فشار دیپلماتیک وارد بکنه. دوستان صدای من مشکلی نداره که ولی خب نشانه دیده میشه که چنین حمایتی رو انجام بدن. اینم جای بحث داره. ولی یه نکته هم که خب صدای من مشکلی پیدا نکرد که دوستان، بله، جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های دیپلماتیک خبر داده به آمریکا که باید فشار بیاد روی اسرائیل که اسرائیل جنگ بین حماس و اسرائیل رو متوقف بکنه، جنگ در غزه متوقف بشه، و به شرط اینکه جنگ در غزه متوقف بشه اون موقع جمهوری اسلامی از اقدام نظامی علیه اسرائیل خودداری خواهد کرد. در حالی که خود جان کربی هم این رو اشاره کرد که گفتش که اگر جمهوری اسلامی خواهان پایان یافتن جنگ در غزه هستش باید به خود حماس فشار بیاره. یعنی این یک موضع‌گیری بسیار بسیار مهم از طرف جان کربی بود، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا. و خیلی بی ربط هستش چنین خواسته جمهوری اسلامی. بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم که چه ارتباطی بین لزوم واکنش نظامی جمهوری اسلامی به اقدام اخیر اسرائیل با جنگ در غزه، یعنی آتش بس در جنگ حماس و اسرائیل در غزه وجود داره، چه ربطی داره این دو ماجرا با هم دیگه؟ اصلا ما فرض بکنیم که همین الان هم همین 24 ساعت دیگه یک آتش بس موقت یا دائمی بین اسرائیل و حماس در غزه برقرار بشه، خب چه سودی برای جمهوری اسلامی داره به صورت متناسب؟ یعنی از منظر اینکه جمهوری اسلامی ضربه خورده، خب اگر جنگ متوقف بشه آیا جمهوری اسلامی فکر میکنه که اسرائیل اون دکترین مابام یا دکترین اختاپوس رو در واقع متوقف خواهد کرد؟ این دو از هم جدا هستن. این دو مسئله جنگ حماس و اسرائیل یعنی به هم تا یه حدی ممکنه ربط داشته باشن، ولی پرونده های جدا از همی هم هستن. وقتی که ما در کنارش بخوایم اون استراتژی مابام جنگ در میان جنگ‌های اسرائیل به خصوص در سوریه رو در رابطش باهاش صحبت بکنیم، یا دکترین اختاپوس رو در رابطه با اون هدف قرار دادن یک سری مواضع خاص و افراد خاص در رابطه با برنامه اتمی، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه پهپادهای جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران، ما فرض بگیریم مثلا آتش بس برقرار بشه، بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد این استراتژی مابام و اختاپوس رو متوقف بکنه. پس ربطی نداره این مسئله. بله ممکنه که از لحاظ پروپاگاندا و جنگ روانی و رسانه‌ای وقتی که یک آتش بس دائمی برقرار بشه نتانیاهو شکست خورده نشون داده بشه، درسته، این منطقی هست که به اهداف راهبری خودش نرسیده. تازه اگر این مسئله رخ بده، فرض بگیریم که آتش بس موقت یا دائمی رخ بده که من بعید میدونم به این زودی یا به این راحتی ها رخ بده، و بله لحاظ جنگ روانی ممکنه که اینجوری جلوه داده بشه که نتانیاهو شکست خوره، ولی مسئله نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی لزوماً ربطی به دولت نتانیاهو نداره. هر دولت دیگه هم جای دولت نتانیاهو بیاد جمهوری اسلامی براش یک تهدید فوری هست، یه تهدید
استراتژیک راهبردی هستش و ممکنه روشش رو برای مقابله با جمهوری اسلامی عوض بکنه، ولی ماهیت نبرد اون هدف یکی هستش و جمهوری اسلامی همچنان برای اسرائیل تهدید خواهد بود، پس در راستای اون دکترین مابوم و اختاپوس عمل خواهد کرد. و خیلی جالبه که وقتی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی زدن ساختمان کنسولگریش رو در دمشق با خاک یکسان کردن، به جای اینکه بر اساس قاعده بازی بخواد سریع و فوری جواب اسرائیل رو بده، از اون بر خانه تمام شدن جنگ حماس و اسرائیل هستش که به نظر من اینا با هم دیگه نمیخونه. ولی منظورم این هستش که صحبت جان کربی در حمایت از اسرائیل مهم بود. و یه مسئله دیگه هم که رخ داد، سفر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به سوریه بود، دیدارش با بشار اسد بود که ما دیدیم که وقتی که هواپیمای امیر عبداللهیان وارد دمشق شد، هیچ یک از مقامات رسمی دولت سوریه که در واقع رئیسش بشار اسد هستش و بشار اسدی که جمهوری اسلامی اونو از سقوط نجات داد به همراه روسیه، نیومدن به استقبال امیر عبداللهیان. اینکه اون روز گرفتار بودن، وقت نداشتن، سفر ماهیتش متفاوت بوده، اینا اصلا به نظر من هیچ جای توجیه نداره. بشار اسد رو جمهوری اسلامی نجات داد به همراه روسیه، ولی همین بشار اسد میبینید که در داخل رژیم بشار اسد به طور قطع و یقین عواملی وجود دارن که ممکنه که لیک یا نشت اطلاعاتی درز اطلاعات بکنن یا به اسرائیل یا دیگر بازیگران، به روسا، من نمیدونم. به حال این نشت اطلاعاتی هستش و جمهوری اسلامی که میلیاردها دلار خرج بشار اسد کرد تا بمونه، همین بشار اسد برای اینکه مجبور یه جور تنوع‌زایی در سیاست خارجی سوریه انجام بده با اعراب به صورت تدریجی، نه دفعتن و فوری، به نظر من بشار اسد هیچ وقت به جمهوری اسلامی به طور کامل پشت نخواهد کرد، ولی مجبور تنوع زایی کنه در روابطش با دیگر کشورها. مجبور بشار اسد از اتکای راهبردی مطلق یا حد اکثری خودش به جمهوری اسلامی بکاهه به صورت تدریجی. این مسئله بود که من 9 ماه پیش مطرح کردم و در جریان فکر کنم سفر رئیسی بود می 2023 بود که رئیسی سفر کرد به دمشق و اون موقع هم گفتم که بشار اسد به تدریج اتکای راهبردی خودش رو خواهد کاست و بشار اسد شاید در یک سناریو مجبور از طریق یک سری عواملی که در داخل رژیمش هستش، یک سری اطلاعات در رابطه با جایی که فرماندهان نیروهای قدس سپاه هستن لو بده. نمیتونه که بیاد به جنگ با جمهوری اسلامی در سوریه، نمیتونه بیاد با نیروهای شبه نظام جمهوری اسلامی در سوریه بجنگه که بشار اسد یا نیروهای نظامیش. مجبوره با این بازی ها از طریق عوامل نفوذی جواب جمهوری اسلامی رو بده یا سیگنال به جمهوری اسلامی بده یا اون اتکای راهبردیش رو به تدریج کمتر بکنه. این به عنوان سناریو جدی به نظر من مطرح است و یک دردسر بزرگی برای جمهوری اسلامی هستش در حیطه اطلاعاتی. و امیر عبداللهیان سوریه رفتش و اونجا بازم تهدید کردن که در روزهای آینده یا روزهای آینده برای اسرائیل بسیار سخت خواهد بود. حالا تمامی این مسائل رو گفتم، یه سری از تحولاتی بود که تازه رخ داده بود و امروز هم که گفتم رهبر جمهوری اسلامی گفته که اسرائیل باید تنبیه بشه و تنبیه هم خواهد شد. حالا پرسش پیش میاد که جمهوری اسلامی چجوری میخواد اسرائیل رو تنبیه بکنه و اگر بخواد تنبیه بکنه بسته به اینکه اون ماهیت و نوع واکنشش چی باشه، ابعاد و مقیاسش چی باشه، پاسخ اسرائیل متعاقبا چه خواهد بود. من دیدم که برخی از این رسانه‌های جمهوری اسلامی مثل تسنیم و اینا یه سری حالا به اصطلاح تحلیل داده بودن که حالا تحلیل نمیشه گفت هستش، یه سری در واقع جملاتی هستش به صورت پروپاگاندا که گفتن زمان و نحوه اقدام جمهوری اسلامی رو به صورت محرمانه، یعنی کاملا محرمانه هستش، کسی نمیدونه که پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود، نوع پاسخ جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. به نظر میاد که جمهوری اسلامی سعی میکنه که نوعی ابهام راهبردی رو در رابطه با نوع واکنشش، زمان واکنشش به اسرائیل در پیش بگیره، یعنی سعی میکنه با استفاده از یه سری لفاظی ها، جنگ‌های روانی و رسانی بیاد بگه که ما پاسخ بسیار بسیار وحشتناکی یا حالا بزرگی
مهلکی خواهیم داد به اسرائیل، کما اینکه سردشگر باقری چند روز پیش اومد گفتش که ما حتما پاسخ میدیم اسرائیل دیگه کارش تموم و این همین حرفایی که تکراری هستش که دیگه عمرش به سر رسیده و حتما پاسخ داده خواهد شد. بعد الان بعدش امیر عبداللهیان تهدید کرد گفتش که در طول روزهای آینده اسرائیل اوقات سختی رو سپری خواهد کرد و بعدم امروز خامنه ای اومد تهدید کرد که اسرائیل تنبیه میشه و قطعا تنبیه خواهد شد و الان رسانه‌های جمهوری اسلامی و اون عواملش اینا دارن سعی میکنن که بازی رسانه‌ای رو علیه اسرائیل در پیش بگیرن برای اینکه به یک شکلی حالت سسپنس یا حالت ابهام و یعنی نوعی همون ابهام و مردد بودن و حس مردد بودن و انتظار میشه گفت انتظار نگران کننده رو در بین اسرائیلی ها تقویت بکنن که معلوم نیست این پاسخ چی باشه و همیشه اسرائیل در حالت آماده باش باشه برای نوع واکنش جمهوری اسلامی و این انتظار نگران کننده نسبتاً پایدار باعث میشه در حالی که اسرائیل در اون جنگ غزه درگیر هستش در لحظه در واقع اون ایمپکت مومنت آف ایمپکت لحظه که بخواد جمهوری اسلامی واکنش نشون بده اسرائیل آمادگی نداشته باشه، یه حالت element of surprise، حالت غافلگیری رو جمهوری اسلامی سعی بکنه که داشته باشه که من فکر میکنم که اسرائیل اینو میدونه که احتمالاً جمهوری اسلامی سری واکنش نشون خواهد نمیخواد بده یا امکانشو نداره جمهوری اسلامی بخواد سری واکنش نظامی بده. پس من فکر میکنم قاعدتاً بر اساس قاعده بازی اسرائیلی ها سناریوی مختلفی رو دارن به لحاظ نظامی. یک سناریو هم این میتونه باشه که جمهوری اسلامی خیلی سری واکنش نشون نده یا کاملا مشخص نیست دقیقاً چه موقعی جمهوری اسلامی میخواد واکنش نظامی نشون بده. میگم اینو بحث میکنم اصلا واکنش نظامی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه، شکلش چگونه خواهد بود و چه گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی هستش، ولی میخوام بگم بازی جمهوری اسلامی این است. اینم به این خاطر نیستش لزوما که جمهوری اسلامی دست بالا رو داره، نه اتفاقا برعکس در نوعی تعینا قرار داره، باید فکر بکنه، باید سنجیده عمل بکنه بر اساس قاعده بازی، چون ضربه خورده، ضربه مهلک خورده و ضربه‌ای که بخواد بزنه باید حساب شده سنجیده روش فکر بشه. من گفتم در لایوهای قبلیم کاری کرد اسرائیل، ضربه‌ای زد به جمهوری اسلامی به صورت خیلی شاخص که نقطه عطفی بود در اون دکترین مابام، جنگ در میان جنگ ها در رابطه با مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، که این جور بازی شاخص اسرائیل، ضربه اسرائیل پاسخش نیاز به خلاقیت ناب داره. شما نمیتونی بیای یه واکنش همینجوری نشون بدی اگه بخوای بر اساس قاعده بازی عمل کنی. به نظر من اگه بخوای بر اساس قاعده بازی عمل کنی که ضربه زد ضربه بزنی، eye for an eye tooth for a tooth، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، اینجوری باید واکنش نشون بدی بر اساس قاعده بازی. پس اگه بخوای بر اساس قاعده بازی عمل بکنی، اون ضربه‌ای که اسرائیل زده نیاز داره به خلاقیت. من فکر کنم که اسرائیلی‌ها میدونن اینو که جمهوری اسلامی قاعدتا بر اساس قاعده بازی باید فکر بکنه و چون فکر نیاز به زمان داره باید منتظر بود. من برداشتم این استش که باید منتظر بود. بعید میاد به نظر میاد جمهوری اسلامی بخواد سری واکنش نشون بده، یا بعید به نظر میاد که جمهوری اسلامی این امکانو داشته باشه که خیلی سری واکنش نشون بده، یعنی مثلا همه امشب یا فردا دیگه نهایتا. بازم هیچ چیز 100% مشخص نیست، من دارم احتمالاتو دارم میگم، یعنی اون ظرایف و دقایق بازی رو سعی میکنم که بهش بپردازم. ولی میگم سناریوها استرالیا به نظرم برای همه سناریوها آماده هستن. اینکه حالا واکنش جمهوری اسلامی چی میتونه باشه، فکر کنم که من اینم حالا قبلا صحبت کردم، گفتم من این واکنش های جمهوری اسلامی رو به سه دسته تقسیم میکنم. یکی واکنش مستقیم خود جمهوری اسلامی به اسرائیل هستش. این واکنش مستقیم میتونه متناسب هم باشه، یعنی واکنش متناسب و مستقیم خود جمهوری اسلامی به اسرائیل از طریق حملات موشکی و پهبادی به خاک اسرائیل
به مواضع اسرائیل در داخل خاک اسرائیل، یا اینکه میتونه در واقع حمله به دفاتر دیپلماتیک یا منافع کلی بگم منافع اسرائیل در منطقه باشه، دفاتر دیپلماتیک، سفارتخانه ها، مراکز تجاری، حتی این شکلی هم میتونه باشه، ولی مستقیم خود نیروهای قدس سپاه، یعنی سپاه موشک و پهباد بزنه. و یه واکنش دیگه میتونه این باشه که اونها مواضع اسرائیل رو در بلندی‌های جولان مورد هدف قرار بدن، خود جمهوری اسلامی، عواملش در سوریه، یا حمله به میدان گازی کاریش در مدینترانه میتونه یکی از این واکنش‌های جمهوری اسلامی باشه، یکی از گزینه‌ها باشه. ولی اگه بخوایم بپردازیم به واکنش‌های دوم، یعنی من اون رونمایی از بمب اتم هم گفته بودم که من فکر نمی‌کنم، گفتم این بازی نیست که فکر کنم جمهوری اسلامی بتونه الان انجام بده، مخالفت‌های روسیه و اینکه خود آمریکا و اسرائیل اینا براشون خط قرمز است، عملاً جنگ میشه تحت هر سناریویی. واکنش مستقیم گزینه دوم، اون دستبندی دوم، واکنش مستقیم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش، یعنی از طریق نیروهای نیابتی واکنش مستقیم، این هم میتونه متناسب باشه، ولی از طریق نیروهای نیابتی همون حمله به مواضع اسرائیل میتونه باشه در بلندی های جولان، حملات تروریستی به سفارتخانه ها در یکی از کشورهای منطقه، در کشورهای دوست جمهوری اسلامی میتونه باشه، یا حتی دوست اسرائیل. و یه گزینه میتونه این باشه که جبهه جنگ جدیدی رو حزب الله از شمال باز بکنه، یه گزینه حزب جبهه جنگ جدیدی رو از کرانه باختری گردانه الاقصا باز بکنن، و اینکه بله همین گزینه‌ها به نظر من هستش. حملات سایبری هم من اینا رو محتمل میدونم، و واکنش نامتناسب نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، غیر مستقیم و نامتناسب، حمله به مواضع نیروهای آمریکایی و این پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی در کاتگوری دسته‌بندی واکنش نامتناسب جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتیش است. ولی دوستان، نکته کلیدی که من همیشه روش تاکید کردم این است که با توجه به ماهیت ضربه‌ای که اسرائیل به جمهوری اسلامی زده و بر اساس قواعد بازی، جمهوری اسلامی باید واکنش نظامی مستقیم، متناسب و همسنگ با اقدام اسرائیل انجام بده. هر گونه واکنش جمهوری اسلامی زیر آستانه واکنش مستقیم متناسب، هر گونه واکنش نظامی جمهوری اسلامی زیر آستانه واکنش نظامی مستقیم متناسب به اسرائیل، منجر به احیای بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد شد. انواع اقسام پروپاگاندا و لفاظی و این هوچیگری هم جمهوری اسلامی و عواملش در این ور اون ور انجام بدن، اگر جمهوری اسلامی اون واکنشی که باید انجام بده رو انجام نده، که عملا بازی با ریسک بالاست و اون رو باید اتفاقا انجام بده، این در واقع پیروزی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. این منجر به احیای بازدارندگی از دست رفته جمهوری اسلامی نخواهد شد. پس من رو این تاکید دارم که باید جمهوری اسلامی بازی با ریسک بالا انجام بده. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره که برای اینکه اون زنجیره واکنش الان اسرائیل فعال کرده، خودش یک اقدام جدی و مرگبار انجام بده بر اساس قاعده بازی. این به معنی نیست که من این رو بخوام که جمهوری اسلامی انجام بده یا هر چیز دیگه، این قاعده بازیه. چون من گفتم جمهوری اسلامی توی وضعیت بسیار بسیار بد قرار داره، خیلی وضعیت بدیه، خیلی وضعیت سختیه، کاملا در تنگنای راهبردی قرار داره، در اون وضعیت زوگزونگ که یکی از دوستانم اشاره کرده بود، حرکت زوگزونگ به زبان آلمانی یعنی حرکت اکراهی، حرکتی که باید جمهوری اسلامی انجام بده ولی زیانباره. من که میگم زیانبار هستش به خاطر اینکه اگر فرض بکنید که اون واکنش بزرگ رو جمهوری اسلامی نشون بده، اسرائیل بیکار نخواهد نشست. الان میپردازم به همین تهدیدهای وزیر امور خارجه اسرائیل، هم میپردازم که گفت ما به خاک ایران حمله خواهیم کرد، یعنی به داخل ایران حمله خواهیم کرد اگر جمهوری اسلامی از داخل ایران بخواد جواب ما رو بده. ولی دوستان، در اون بحث نوع واکنش ها، اون دستبندی کردم، من فکر میکنم که
یک سناریو و یک گزینه میتونه این باشه که جمهوری اسلامی تاکتیک سوارم، تاکتیک حملات پشه‌ای، حملات از چند وجهی رو در دستور کار قرار بده به عنوان واکنش مستقیم به جمهوری به اسرائیل. یعنی البته این دو بخش داره، یا خود جمهوری اسلامی عملا این تاکتیک سوارم رو مستقیما پیاده میکنه علیه اسرائیل، یعنی خودش هم دخیل میشه. به چه شکل تاکتیک سوارم به چه شکل هست؟ سوارم یعنی اشباع کردن پدافند ارتش اسرائیل در برابر حملات نسبتاً همزمان یا همزمان موشکی و پهبادی بازیگر آ جمهوری اسلامی از جبهه‌های مختلف. این یعنی سوارم. میخوان پدافند دفاعی اسرائیل رو احتمالاً اشباع بکنن که نتونه به همه حملات پاسخ بده. مثلا به چه شکل؟ اینکه جمهوری اسلامی خودش از داخل خاک ایران حملات موشکی رو انجام بده با موشک‌های بالستیک مثلا فاتح 110 یا ذوالفقار. این به عنوان یه سناریو هستش. همزمان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه هم حملاتی رو به داخل اسرائیل انجام بدن مشابه اقدام اپریل 1، یعنی اول آپریل، که نیروهای شبه نظامی که در عراق بودن اگر اشتباه نکنم حمله پهبادی رو انجام دادن به یک ساختمانی در بندر ایلات اسرائیل که اون اصابت هم کرد، اون پهباد اصابت کرد به اون ساختمان. همزمان حملات نیابتی جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه به اسرائیل، به درون خاک اسرائیل، همزمان باز شدن یک جبهه جنگ فراگیرتر از طرف حزب الله علیه اسرائیل در شمال اسرائیل، همزمان شاید باز شدن یک جبهه از طرف کرانه باختری و اینکه حملات پهبادی رو انجام بدن حوثی‌ها. یعنی سوارم یعنی اشباع میشه دیگه، اسرائیل ضربه میخوره. البته این به معنی نیستش که هر چیه جمهوری اسلامی بزنه اسرائیل خواهد خورد، نه، اونا سیستم پدافند هوایی قوی رو دارن، آرندوم هستش، اون سپر گنبد آهنین برای موشک‌های بالستیک کوتاه برد، دیوید سلینگ هستش، فلاخن داوود هستش، هست این سیستم پدافند هوایی که میتونن جلوی حملات پهبادی و راکتی رو بسته به بردش بگیرن. و البته ناو موشک‌انداز سایر اسرائیل هم توی منطقه تو آب‌های دریای سرخ حاضر هستش، اونجا میتونن پدافند رو بزنن. خود آمریکایی‌ها بخوان حمایت بکنن پدافندشون، اون ناوهای موشک‌انداز مستقر هستن تو منطقه، ممکنه آمریکا ناو جدید رو بیاره تو منطقه برای حمایت در اون موقعی که اینتلیجنس به دستشون برسه که جمهوری اسلامی میخواد واکنشی نشون بده. ولی اگه جمهوری اسلامی بره به سمت تاکتیک سوارم، بالاخره موشک‌ها و پهپادها به خاک اسرائیل خواهد خورد، 100% قطعا خواهد خورد، به شهرهای بزرگ اسرائیل بدون تردید خواهد خورد. خیلی‌هاش دفع میشه ولی بعضی‌هاش هم اصابت خواهد کرد. این هم به نظر من یکی از واکنش‌های جمهوری اسلامی باشه که دیگه بازی با ریسک بالاست، یعنی خودش هم دخیل باشه، اینکه نه خودش دخیل نشه، خودش هیچ گونه حمله موشکی و پهبادی رو از داخل خاک ایران انجام نده، نیروهای نیابتیش باشن که این هم تاکتیک سوارم رو اجرا میکنن، فقط خود نیروهای نیابتی، که بهونه جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف است بهونه نده دست اسرائیل که اسرائیل بخواد پاسخ جمهوری اسلامی رو در خاک ایران بهش بده. چون من فکر کنم اگه بازی با ریسک بالا جمهوری اسلامی انجام بده، اسرائیل پاسخ بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی خواهد داد در داخل خاک ایران. به نظر من اسرائیل پاسخ واکنش بعدی اسرائیل واکنشی در داخل خاک ایران خواهد بود. این اصلی ترین نکته من هستش. اگر مسجل شد برای اسرائیل که خود جمهوری اسلامی مستقیم زده در اون بازی با ریسک بالا، من سناریویی که متصور هستم برای نوع واکنش اسرائیل در صورتی که جمهوری اسلامی بازی با ریسک بالا انجام بده، خودش حمله بکنه، تاکتیک سوارمو اجرا بکنه، اینه که اسرائیل بهانه لازم و کافی رو به دست میاره برای اینکه در شرایطی که جمهوری اسلامی با دستیابی به بمب اتم کمتر از یک هفته فاصله داره، اراده بکنه میتونه مواد لازم برای تولید اون نیوکلیر دیوایس رو فراهم بکنه، بهانه کافی رو خواهد داشت به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در خاک ایران حمله بکنه. من فکر کنم این بازی اسرائیل میتونه باشه. من نمیگم 100% تمام اینا رو خواهد داد، این بازی اسرائیله و این شاید راهبرد اسرائیله.
بر اساس اون تئوری زنجیره واکنشی که من مطرح کردم اولین بار 6 ماه پیش، من همین رو گفتم. گفتم اسرائیل بر اساس این تئوری، بر اساس یک منطق راهبردی در وضعیت جنگ در سایه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، بر اساس این قاعده بازی باید جمهوری اسلامی رو تحریک به فعال شدن زنجیره واکنش بکنه. خود اسرائیل باید زنجیره واکنش رو فعال بکنه. 6 ماه پیش این رو مطرح کردم و دقیقاً اسرائیل با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در خاک دمشق زنجیره واکنش رو خودش فعال کرد، جنگ رو اعلام کرد علیه جمهوری اسلامی. حالا باید انقدر این کار رو ادامه بده، جمهوری اسلامی مجبور به واکنش بازی با ریسک بالا بشه که بهونه لازم دست اسرائیل بیاد که به تاسیسات اتمی در داخل خاک ایران یا یک سری مواضع حساس جمهوری اسلامی یا سپاه در داخل خاک ایران حمله بکنه. بازم دارم این رو میگم، این به معنای این نیست که من این رو بخوام یا نخوام. به عنوان یه تحلیلگر واقع بین داریم مسائل جدی رو داریم بحث میکنیم، داریم مطرح میکنیم. حالا یه دیگه خوششون میاد از جمهوری اسلامی یا بدشون میاد، Who cares? I don't care. مثلا اهمیت نمیدم. این یه تحلیل واقع بینانه هستش. ما در مورد سرنوشت ایران داریم صحبت میکنیم، در مورد آینده کشور ایران هستش. بسیار بسیار مهمه که ما صریح به نظر ما مردم صحبت بکنیم، با رودرواسی صحبت نکنیم، صادقانه و صریح با مردم ایران صحبت بکنیم در رابطه با سناریو و گزینه‌هایی که وجود داره، برای اینکه این آگاهی به نظر من به ما کمک میکنه که در لحظه وقوع یک اتفاق ذهن ما حداقل آماده باشه که بازی از چه قراره، چه اتفاقایی ممکنه بیفته. این نیازمند به نظر من رک بودن و صریح صحبت کردن با مردم ایران هستش، نه اینکه ما بیایم با کلمات بازی بکنیم و عملا بخوایم یه جورایی به اصطلاح خودمون ماسمالی بکنیم، چون به نظر من خیلی وضعیت برای ایران وضعیت خطرناک و سختی. دوستان من احساس خطر میکنم، اینو قبلا هم گفته بودم، احساس خطر میشه در رابطه با ایران واقعا وجود داره، ممکنه یه جنگ بزرگی رخ بده، نه که 100% رخ بده. به هر حال کانال دیپلماتیک فعاله، همیشه فعال هستش. اتفاقا تلاش آمریکا این هستش که جنگ رخ نده. اونا هم فشار میارن به جمهوری اسلامی که نمیخواد واکنش خیلی بزرگی نشون بده. اونا هم دارن تلاششون رو میکنن. حتی اسرائیل هم به نظر من با صحبتی که امروز وزیر امور خارجه اسرائیل که گفتش که اگه از داخل ایران جمهوری اسلامی بزنه ما در داخل ایران جواب میدیم، اینم یه جورایی تلاش اسرائیل برای اینکه منصرف بکنه جمهوری اسلامی رو از بازی با ریسک بالا، یه جورایی میشه اینجوری هم تعبیر کرد. ولی داره میگه که اگه بزنی من میزنم، من هیچ ابایی ندارم، در داخل ایران میزنم و میدونم کجا را میزنم. داره سیگنال میده میزنم، تاسیسات اتمی رو میزنم. و بعد چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی؟ واقعا جمهوری اسلامی چیکار میخواد بکنه؟ آیا شما میتونی با یک قدرت اتمی منطقه‌ای درگیر بشی وقتی که آمریکا بیاد ازش حمایت بکنه؟ کیش و مات تقریبا برای جمهوری اسلامی اون موقع. به این راحتی نیست که جمهوری اسلامی بخواد واکنش خیلی بزرگ و مهیب به اسرائیل نشون بده و قصر در بره. نه، من اینو اشاره کردم قبلا، جمهوری اسلامی تا آخرش باید بزنه، باید تا آخر بازی بره. بزنی باید تا آخرش بری، یعنی تا آخر زنجیره باید بری. اینجوری نیست، بزن در رو نیست. این بازی که اسرائیل شروع کرده، این بازی شطرنج یا این دایس، این تاسی که انداخته توی صفحه و حرکت رو شروع کرده، این تو تا آخرش برای جمهوری اسلامی بره و آخرش برای من به نظر من برای جمهوری اسلامی به خطر افتادن جدی بقاش هستش و یک فرصتی برای مردم ایرانه. ولی حالا بپرازم به یه مسئله مهم. ببینید دوستان، تاکتیک سوار به عنوان محتمل ترین گزینه جمهوری اسلامی در موردش صحبت کردم. ما کلا دو نوع بازی به نظر من در خاورمیانه امروز داریم، دو شیوه بازی. اگه بخوام دقیق تر بگم، دو روش مقابله با دکترین جنگ در منطقه خاکستری رو ما تو منطقه داریم. این دکترین جنگ در منطقه خاکستری هم یعنی همون سیاست خامنه‌ای، نه صلح نه جنگ، یعنی نه سیاه سیاه نه سفید سفید، خاکستری، جنگ‌های فرسایشی، جنگ‌های هیبریدی. هدف اصلیش کاهش یا یعنی تضعیف بازدارندگی آمریکا به تدریج به صورت فرسایشی. اونقدر این کار رو انجام بدن در راستای امیال روس‌ها و چینی‌ها برای اینکه آمریکا از منطقه بره بیرون.
که وقتی آمریکا از منطقه رفت بیرون یا بازدارندگیش تضعیف شد، اون موقع جمهوری اسلامی بخواد حساب اسرائیل رو برسه جوری که میخواد. و این خطره برای اسرائیل. چون این سیاستی رو همیشه خامنه‌ای در پیش گرفته، نه جنگ نه صلح. اما دو روش بازی وجود داره برای مقابله با این دکترین جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی، که عملا اسرائیل با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی و بقیه اقداماتش در راستای دکترین مابام، این دکترین جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی رو به چالش جدی کشیده، خیلی ضربه زده بهش. این دو روش بازی کدومه؟ من این دو تا روش بازی رو، یکی میگم روش عبری اسرائیلی نتانیاهوی، این روش اوله. روش بازی دوم روش آمریکایی بایدنیه. روش اسرائیلی نتانیاهوی به نظر من اشاره به این داره، ناظر بر این هستش که اسرائیل یک برنامه و استراتژی مشخص ترکیبی برای مقابله با جمهوری اسلامی داره در تمامی حوزه‌ها، حوزه اتمی، حوزه برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی، برنامه مداخلات منطقه‌ایش و برنامه سایبریش و بقیه موارد. یه استراتژی مشخص داره. من در مورد استراتژی اسرائیل هم بارها صحبت کردم، گفتم هسته اصلیش تنوفا مالوت برای مقابله با حماس و جهاد اسلامی، حلقه دوم مابام در رابطه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، شبه مابام برای مقابله با حزب الله حلقه دومه، حلقه سوم هم اختاپوس برای مقابله با جمهوری اسلامی در حوزه اتمی. این استراتژی اسرائیله. و نکته کلیدی به نظر من این استش که کاری که اسرائیل کرد اینه که جمهوری اسلامی رو از زیر این منطقه خاکستری بکشه بیرون، از جنگ در سایه بکشه بیرون، هولش بده، بندازتش تو جنگ در مد، وسط جنگ، یعنی رو در رو، فیس تو فیس با جمهوری اسلامی بجنگه. و این حمله به کنسولگری هدفش این بود که بکشه بیرون جمهوری اسلامی از این جنگ در منطقه خاکستری، باش رو در رو بجنگه، تحریکش کنه برای اینکه واکنشی که بازی با ریسک بالا هست نشون بده و اون موقع اسرائیل بتونه برنامه بعدیشو پیاده بکنه در راستای لایه‌های بعدی تهدیدهایی که از طرف جمهوری اسلامی حس می‌کنه، مثلا برنامه اتمیش. و این کارم به صورت موفقیت آمیزی تا الان انجام داده. با دست بالا رو الان اسرائیل داره، توپ در زمین جمهوری اسلامی. این یه روش بازیه، یعنی نمیخواد دیگه اسرائیل با جمهوری اسلامی تو منطقه خاکستری بجنگه، میخواد و بجنگه با جمهوری اسلامی که تضعیفش بکنه به صورت حداکثری. یه نکته هست اینجا، قبلا هم اشاره کردم، اینکه حالا اسرائیل دقیقاً چی میخواد نمیتونیم 100% بگیم. روش بازی بعدی آمریکایی بایدنیه، یعنی اصلا آمریکا هیچ گونه استراتژی و برنامه مشخصی در رابطه با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی نداره، نه رابطه با برنامه اتمی، نه رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی، برنامه سایبری، هیچ برنامه‌ای دولته بایدن نداره. و میخواد با همین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم مثل حوثی‌ها، یکی از ایراداتی که من گرفتم و خیلی ها گرفتن در رابطه با واکنش آمریکا نسبت به تهدید حوثی‌ها، اینه که هی دائم با اینا تو منطقه خاکستری می‌جنگه. دولت بایدن نمیخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، میخواد با همین نیابتی‌ها تو منطقه خاکستری بجنگه. این منطقه دولت بایدنه، ادامه جنگ با جمهوری اسلامی در منطقه خاکستری، ادامه جنگ با جمهوری اسلامی در جایی که جمهوری اسلامی دست بالا رو داره، ولی اسرائیل رو نمیخواد، میگه بیکشمت بیرون از این منطقه خاکستری، میخوام باهات فیس تو فیس بجنگم. و هدف دولت بایدن تضعیف کنترل شده یا مهار تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامیه، تضعیف کنترل شده جمهوری اسلامیه، نه سرنگونیش. اگر نیاز بشه یه سری الزاماتی وجود داشته باشه، ممکنه دولت بایدن بره به سمت تبدیل رژیم با این نوع اصلاح طلبا، نه تغییر رژیم، زدن کلیت و تمامیت اون جمهوری اسلامی. من استدلالم این هستش که اسرائیل استراتژی کارآمدتری داره نسبت به آمریکا، و اگر آمریکا هدفش مهار حداکثری جمهوری اسلامی هم باشه، نه سرنگونی جمهوری اسلامی، حتی مهار حداکثری تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی هم هدف آمریکا باشه، این استراتژی اسرائیل که کار آمده، باید فالو بکنه استراتژی اسرائیل رو. و اینجا مهم اینه که چقدر آمریکا و اسرائیل همراهی بکنه. پس این به نظر من خیلی نکته مهمی در بعد استراتژیک. و مسئله اینه که در رابطه با واکنش جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی واکنشی که لازم هست نشون نده
حرکت بعدی اسرائیل، ضربه بعدی اسرائیل، ضربه محکمتر، مهلکتر و مرگبارتر خواهد بود در راستای دکترین بابام. هیچ راهی نداره جمهوری اسلامی، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه واکنشش واکنش خیلی بزرگی باشه. ولی واکنش بزرگ اگرچه برای جمهوری اسلامی الزامه، این واکنش بزرگ برای جمهوری اسلامی قماره. قمارم بر سر فقط دکترین جنگای نیابتش نیست. این دکترین جنگای نیابتی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. این قمار بر سر بقای جمهوری اسلامیه. ولی ما دقیقاً نمیدونیم اسرائیل تو این بازی شطرنج سرنوشت ساز خاورمیانه که بخشیش این تقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل هست، هدف قایی و نهاییش چیه. من فکر میکنم که اسرائیل قاعدتاً باید بر اساس منافع خودش، نه منافع مردم ایران، لزوماً بر اساس منافع خودش، با توجه به اون ترومایی که از قبل حماس داشته، تهدیدهایی که باش رو برو از حزب الله، جهاد اسلامی، شری که مثل شمشیر داموکلس برای سر اسرائیل، قاعدتاً اسرائیل باید به چیزی جز تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی، نمیتونم بگم سرنگونی جمهوری اسلامی، راضی نشه و این زنجیره واکنش رو ببره تا آخرین جایی که حلقه آخرش سرنگونی جمهوری اسلامیه، یعنی ایجاد واقعیت جدید در ایران با تحریک اسرائیل به دست ناخودآگاه خود جمهوری اسلامی و با کمک مردم خود ایران، ایجاد واقعیت جدید در ایران به صورت ادراکی و روانشناختی هم هست این کاری که اسرائیل انجام میده. ارزیابی بخوایم بکنیم، من چنین چیزی رو فکر میکنم. این به معنی نیستش که قطعا اسرائیلیا اون چیزی که من دارم میگم دارن بر اساس اون عمل میکنن، نه، این تحلیله، ممکنه اشتباه از آب در بیاد. اگر هدف اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی نباشه، که من فکر کنم، دوستان یه نکته بسیار مهم بگم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی، اینو دوبار میگم که خیلی به نظرم مهمه، وضعیت معادله اینجوری شده الان در منطقه خاورمیانه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ضربه زدن کاری به اسرائیل انقدر نزدیک نبوده. این حرفی که دارم میزنم حرف مهمیست از دید رئالیستی، با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و لزوم پاسخ جمهوری اسلامی. واقع بینانه بخوایم رو گونیم، جمهوری اسلامی هیچ وقت به ضربه زدن کاری و نهایی به لحاظ تئوریک به اسرائیل انقدر نزدیک نبوده، ولی اسرائیل انقدر به نابودی یا از بین بردن بقای جمهوری اسلامی هم نزدیک نبوده. این وضعیت برای هر دو فرصته، بیشتر برای اسرائیل به نظر من این فرصت تو این وضعیت جنگ حماس و اسرائیل، و چون اسرائیل آمریکا رو داره توی نبردش با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اگرچه فکر میکنه، واقع بینانه هم بخوام نگاه بکنه، میتونه ضربه بزرگی به اسرائیل بزنه، تونستنش میتونه، ولی گفتم چه بلایی سرش میاد احتمالا. جمهوری اسلامی کسی رو نداره، نه پایگاه مردمی داره، نه مشروعیت داره، نه میتونه جلوی وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه، نه متحد استراتژیک داره، هیچی نداره، هیچ حامی نداره، خودش و یه سری نیروهای نیابتی. ولی اسرائیل به نظر من داره هنوز آمریکا رو، و این اختلافات بین نتانیاهو و بایدن به نظر من داره حل میشه، یعنی بین نتانیاهو و آمریکا داره کم کم حل میشه، یا اختلافات تعدیل پیدا میکنه، چون یک مقدار لحن نتانیاهو هم متعادل تر شده. همین چند روز پیش گفت ما به حرفای اون آمریکا گوش میدیم، میخواد راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و زاخی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل رو فکر کنم همین هفته آینده بفرسته آمریکا، میخوان مذاکره بکنن. یکم تونشو نتانیاهو تلطیف کرده، دارن یه ذره کنار میان، یعنی از اون حالت دعوا. فکر کنم اسرائیل و آمریکا میتونن اختلافاشون رو تا حدی حل بکنن یا به یه راه حلی برسن. منظورم اینه که جمهوری اسلامی گزینه‌ای نداره و خیلی براش تو وضعیت سختیه. با اینکه میگم
به اون هدفش ممکنه در کوتاه مدت نزدیک شده باشه، بخواد الان یه ضربه به اسرائیل بزنه. ولی من گفتم اسرائیل هیچ وقت انقدر نزدیک نبوده به ایجاد یا فراهم اومدن بستر یا زمینه های سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق فعالسازی مولد های مورد نیاز این سرنگونی که مردم ایران هستن، یا یک اقدام نظامی که بتونه منجر به یک سری اتفاقات در داخل خاک ایران بشه. به هر حال یا اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی هدفش هست یا تضعیف حد اکثریش، اینو من نمیدونم. یعنی خیلی سخت بخوای پیشبینی بکنیم. بیشتر من به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی هم، ولی اینم رد نمیکنم که یه روزی اسرائیل نخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یعنی فقط تضعیف بشه، اینم محتمله. چون اینجا بحث منافع هستش، منافع اسرائیل مهمه. هیچ بازیگری در عرصه روابط بین الملل برای منافع مردم کشور دیگه کاری انجام نمیده. ولی الان اون منافع مردم ایران و منافع اسرائیل به طور موقت هم که بگیم با هم همپوشانی داره و میتونه که در واقع اگر ایکس وای زد رخ بدن، میتونن که در واقع در داخل وضعیت بسیار بسیار وضعیت خطرناک و مصیبت باری برای جمهوری اسلامی رقم بزنن اگر آمریکا هم حمایت بکنه. یه نکته آخرم دوستان در رابطه با وضعیت کلا منطقه بگم و کلا خطری که برای نظم و امنیت بین المللی وجود داره، اینکه نقش آمریکا، این آخرین نکته هم در رابطه با نقش آمریکاست، نقش این دولت ضعیف و مماشاکار بایدن. ببینید، در داشتم به جای مطلبی رو میخوندم به ذهنم رسید که اینو حتما اینجا بگم. ببینید دوستان، در اواخر دهه 1960 و 1970 میدونید که آمریکا و شوروی وارد فاز دیتانت شدن یا همون تنش زدایی، و نکتهش اینه که میخوام بگم مسئله مماشات، اینکه شما تهدیدی بازیگری رو دست کم بگیری یا نخوای باش در موعدی که لازمه مقابله بکنی. همون موقع که دیتانت یا تنش زدایی بین شوروی و آمریکا رخ داد، زیر زیرکی به اصطلاح خودمون شوروی داشت تهدیدهای خودش رو ادامه میداد. یعنی اگه به اون موقع برگردید، شوروی همون قوای اتمی خودش رو داشت تقویت میکرد، حتی اون قوای نظامی متعارف خودش رو تقویت میکرد، از یه سری از این کمونیستا در آنگولا و پرتغال و ویتنام حمایت میکرد، ادامه میداد حمایتشو. در رابطه با جنگ یوم کیپور در سال 1973 هیچ هشداری رو نداد به بقیه بازیگران که حمله داره میشه به اسرائیل، و کاراشو زیرزیرکی داشت شوروی با اینکه تنش زدایی بود با آمریکا ادامه میداد. و این سیاست دیتانت هم سیاستی بود که ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا روش تاکید داشتن و خیلی نسبت بهش خوشبین بودن، تا رسیدیم به دوران رئیس جمهوری جرالد فورد که اونم تا یه مقطعی رو ادامه داد. وقتی که جیمی کارتر در سال 1977 رئیس جمهور آمریکا شد، یه مقدار نسبت به این سیاست دیتانت یا تنش زدایی بدبین شد. عملا این سیاست تنش زدایی دیگه کار نمیکرد با توجه به اتفاقاتی که اون موقع رخ داده بود، و همون موقع کنگره آمریکا پیمان سالت دو رو دیگه تصویب نکرد، و این خودش باعث شد یه جورایی بریکی، یه اتفاق منفی تو این تنش زدایی بین شوروی و آمریکا رخ بده. و بعد دیگه برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران کارتر نسبت به ادامه کلن این دیتانت ابراز تردید کرد، و بعد دیگه وقتی جنگ شوروی، حمله شوروی به افغانستان در 1979 رخ داد، دیگه کلن دیتانت تموم شد، از بین رفت. یعنی میخوام بگم در اون زمان با اینکه تنش زدایی بود، یعنی یه جور مماشات و در وسط جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود، بازیگری مثل شوروی با توجه به ماهیتش این تهدیداشو ادامه میداد. الان هم همین وضعیت در رابطه با جمهوری اسلامی و روسیه و چین، در رابطه هر سه تا بازیگر، اینا این تهدیدهای خودشون رو ادامه میدن، مماشات باشه نباشه، شما با اینا سازش بکنی یا نکنی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا اهدافی استراتژیک بلند مدت دارن،
و متناسب با اون اهداف استراتژیک بلند مدتی که این سه تا تهدید، این سه بازیگر تهدید کننده دارن، این مثلث اهریمنی هست که آمریکا به عنوان یک بازیگری که وظیفه داره در رابطه با نظام بین الملل بخواد با اونها در برابر اونها سیاست گذاری بکنه. البته همون زمان هم یه اتفاق مهم همون جنگ یوم کیپور بود 1973. من نمیخوام بگم تمام سیاست آمریکا در اون زمان غلط بود، ولی الان بازم برگردیم به یه جور مقایسه کردن اون زمان در بطن جنگ سرد با الان، همون موقع در بطن جنگ سرد هم جنگ یوم کیپور رخ داد 1973. همون ریچارد نیکسون و وزیر خارجه آمریکا هنری کیسینجر، به خصوص شخص هنری کیسینجر، یک ابتکار یعنی یه جور نبوغی رو به خرج داد، از یک تهدید به عنوان فرصت استفاده کرد برای آمریکا. چگونه؟ وقتی که جنگ یوم کیپور رخ داد، حالا در ذهنتون نگه دارید چرا من میگم جنگ یوم کیپور، برای اینکه الانم تو وسط یک نوع جنگ سرد، جنگ سرد هم نه، جنگ تقریبا هات، جنگ داغ بین آمریکا و روسیه هستیم و در وسط یک جنگ دیگه ای هست، جنگ حماس و اسرائیل. برای همین میگم شبیه میکنم با جنگ، یعنی دارم شبیه سازی میکنم با جنگ یوم کیپور. اون موقع هم جنگ یوم کیپور وسط جنگ سرد رخ داد، الانم جنگ حماس و اسرائیل وسط یک نوع جنگ سرد یا داغ داره بین آمریکا و روسیه رخ میده. ولی چیکار کرد اون موقع هنری کیسینجر با اون درایت و نبوغ و اون هوش استراتژیک خودش؟ از تهدید جنگ یوم کیپور استفاده کرد برای اینکه مصر رو از زیر یوغ شوروی بکشه بیرون. اومد اتحاد راهبردی بین اسرائیل و آمریکا رو تقویت کرد و شوروی هم سعی کرد به سمت رفتن به مهارش، حتی به قیمت از بین رفتن دیتانت، تنش زدایی، حتی به قیمت از بین رفتن دیتانت. و اومد اون روند دیپلماتیک رو کلید زد برای اینکه مصر رو اسرائیل به یه توافق برسن، به توافق صلح برسن. این بود بازی آمریکا اون موقع، یعنی درایت آمریکا. الان هم میشه از فرصت جنگ حماس و اسرائیل استفاده کرد، از تهدید جمهوری اسلامی برای تبدیل اون به یک فرصت، به شرطی که آمریکا به درستی الزامات منطقه‌ای رو درک بکنه، مماشات نکنه با جمهوری اسلامی و حمایت بکنه از اسرائیل برای از بین رفتن حماس. کسی نمیگه که شما تک تک مردم غیر نظامی رو بکشی تا به این هدفت برسی، ولی حمایت بکنه از اسرائیل برای تضعیف حماس، از بین رفتن حماس، تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف روسیه در جنگ اوکراین، و یک نوع روند دیپلماتیک کلید بزنه برای برقراری صلح، نورمالیزیشن بین اعراب و اسرائیل و بقیه کشورها، برای اینکه یک صلح و ثبات نسبی تو منطقه به وجود بیاد. این صلح و ثبات نسبی در منطقه با تضعیف جمهوری اسلامی به دست بیاد، یا از بین رفتن جمهوری اسلامی، نابودی جمهوری اسلامی، وجود جمهوری اسلامی و برقراری هر گونه صلح و ثبات در منطقه، اینا اکسیمورانه، اینا تناقضه. نمیشه شما جمهوری اسلامی رو تو منطقه خاورمیانه داشته باشی بخوای به صلح و ثبات برسی. این خیلی درکش سخت نیست، همه ما اینو میدونیم. نمیشه، امکان نداره بازیگری به نام جمهوری اسلامی تو منطقه خاورمیانه به این شکل باشه شما بخوای در منطقه به صلح و ثبات برسی. پس در تحلیل نهایی آمریکا بعد تعیین وضعیت، یعنی تکلیف خودش رو مشخص بکنه، آمریکا به طور کلی، چه الان چه در دوران ترامپ، آیا سودش، منفعتش در برقراری صلح و ثبات حتی نسبی تو منطقه خاورمیانه است یا نه، نفع آمریکا در وجود تنش و ثبات، تنش و بی ثباتی کنترل شده است و ما همه سر کار هستیم به یه نوعی. تکلیفش رو باید آمریکا مشخص بکنه. بازی اینه که شما میخواهید جمهوری اسلامی تو این منطقه بمونه، سلاح بفرستی به کشورهایی که حالا شریک و متحد شما هستن و مردم ایران در واقع سرشون بی کلا بمونه و ضرر بکنن و نابود بشه عملا ایران، یعنی که نه، شما میخوای به صلح و ثبات برسی. من یه نوتی رو اینجا سریع بهش بپردازم، مهمه، یک مصاحبه مهمی بود، اینم آخرین نکتم که ژورنال اینتلیجنس اند نشنال سکیوریتی، ژورنال اینتلیجنس اند نشنال سکیوریتی، این ژورنالش هستش، می‌بینید اینتلیجنس اند نشنال سکیوریتی، ژورنال اطلاعات و امنیت ملی مال راتلج، یه مقاله رو اخیراً منتشر کرد، پروفایلز این اینتلیجنس اند اینترویو وذ ایث موساد چیف دنی یاتوم،
این ژورنال اومده با دنی یاتوم که رئیس هشتمین رئیس موساد بوده مصاحبه کرده، حدود 15 صفحه هستش مصاحبهش. یه جایش در مورد ایران صحبت که خیلی جالب بود، گفتش که یوری لوبرانی، این البته دنی یاتوم رئیس هشتمین رئیس موساده، میگه که این میگه که یوری لوبرانی آخرین سفیر اسرائیل در ایران، یوری لوبرانی آخرین سفیر اسرائیل در ایران قبل از اون فتنه 57 که اینا میگه فرار کردن رفتن از ایران وقتی خمینی اومد، میگه که اون همیشه به من میگفتش که ما باید حتما تحت هر شرایطی به هر قیمتی از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم جلوگیری بکنه، برای اینکه اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه، نه اینکه فقط یه تهدید فوری و اگزیستانشیال برای اسرائیل، نه اصلا این رو بذارید کنار، حتی اگر جمهوری اسلامی اون تهدیدش هم بالقوه باقی بمونه و به صورت بالفعل عملی نکنه، یوری لوبرانی میگه که خطر داشتن بمب اتم برای جمهوری اسلامی اینه که هر بار بخواد یک نرمالیزیشن یا عادی سازی روابطی بین اسرائیل و کشورهای عربی در کل منطقه خاورمیانه شکل بگیره، جمهوری اسلامی نمیذاره این مسئله رخ بده، کشورهای همسایه رو، کشور عربی رو تهدید میکنه با بمب اتم خودش و این مسئله جدی هستش که شما هیچ وقت نمیتونی تو منطقه خاورمیانه به صلح و ثبات نسبی هم برسی با وجود جمهوری اسلامی. این دوستان بازی شطرنج جدید خاورمیانه که بسیار بسیار بازی خونباری هم به نظر من خواهد بود و به این زودی هم این بازی شطرنج تمامی نخواهد داشت و به نظر من باید خیلی خیلی هوشیار و آگاه بود. واقعا منطقه خاورمیانه تو وضعیت قرمز است. من اصلا اغراق نمیخوام بکنم، بخوام اینجا هیجان بدم، واقعیت هستش. واقعا منطقه و نظام بین الملل کلا در یک وضعیت بسیار بسیار خطرناک قرار داره. باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی چی هستش. ولی گفتم تو این وضعیت من این رو میخوام بگم به مردم ایران با قبول مسئولیت این صحبتم که ببینید دوستان، هموطنان، شاید هیچ اتفاقی نیفته. منظورم اینه که اون اتفاقی که ما فکر کنیم اتفاق ایدئال برای مردم ایران میتونه باشه، ممکنه این بحران هم بگذره و این بحران هم مهار بشه، کنترل بشه، جنگی رخ نده. من امیدوارم که به هیچ وجه در ایران جنگی رخ نده بر علیه مردم ایران، که قطعا رخ نخواهد داد. اسرائیل هدفش جمهوری اسلامیه نه مردم ایران. این جمهوری اسلامیه که هدفش مردم کشور خاورمیانه است، به خصوص قربانی کردن مردم برای اهداف و امیال جاه طلبانه خودش. سندش هست کشتار 500,000 انسان در سوریه، قتل عام 23,000 کودک سوری بر اساس آمار دیدبان حقوق بشر سوریه بین سالهای 2012 تا 2017، 23,000 کودک سوری رو جمهوری اسلامی با رژیم بشار اسد قتل عام کرد. 4,000 فلسطینی در کمپ‌های فلسطینیان در سوریه، از جمله در کمپ یرموک، بر اساس گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مؤسسه استاتیستا و گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، رو جمهوری اسلامی با رژیم بشار اسد به خاک و خون کشیدند. 4,000 فلسطینی، از جمله صدها کودک فلسطینی رو جمهوری اسلامی کشت. بماند که این نبردهای نیابتی جمهوری اسلامی چه هزینه‌هایی برای مردم ایران داشته و خود جنایات جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران. کشتن دست کم 1,500 نفر، دست کم، مینیمومش، کفش به مراتب بیشتر بوده در اون فاصله کمتر از 10 روز، 2 هفته در ایران. و ممکنه بازم اتفاقی نیفته، ممکنه این مهار بشه، کنترل بشه بورن. ولی اگه تحت هر شرایطی در داخل ایران اتفاقی رخ داد، تحت هر شرایطی، هر سناریوی 1% جنگی شد، اسرائیل برای زدن منافع موازی نظامی جمهوری اسلامی به صورت محدود یا فراگیر خواست اقدامی بکنه، این دوستان علاوز راه بردی و واقع بینانه، این یک فرصتیه برای مردم ایران که از این کابوس 45 ساله مردم به دست خودشون
خلاص بشن، نه اینکه یک بازیگری اومده ایران رو نجات بده، مردم ایران رو نجات بده. نه، هیچ بازیگری در عرصه رابطه بین الملل منافع مردم کشور دیگه براش مهم نیست، در درجه اولویت نیست. ممکنه یه سری منافع همپوشانی پیدا بکنه به صورت موقت، ولی یک فرصتی برای مردم ایران هستش، برای اینکه از طلوع فاجعه در ایران جلوگیری بشه و طلوع فاجعه در ایران با ماندن جمهوری اسلامی بالاخره رخ خواهد داد. در ایران بالاخره در ایران فاجعه طلوع خواهد کرد، به یه شکلی طلوع خواهد کرد با بودن جمهوری اسلامی. و به نظر من این میتونه برای مردم ایران فرصت باشه و فقط هم از طریق خود به دست خود مردم ایران هستش و فقط ممکنه یه زمینش فراهم بشه به یه شکلی که این اتفاق بیفته. بازم من نمیگم 100% حتما اگر این اتفاقی رخ بده لزوماً منتهی به پیروزی مردم ایران بشه، ولی درصدش بالا هستش، درصدش به نظر من بالا هست. ولی میگم بازم ممکنه هیچ اتفاق خاصی هم رخ نده، ولی من فکر میکنم که منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات بزرگی هستش و کلا من فکر میکنم که جهان و منطقه داره به سمت درمیان مدت و دراز مدت به سمت یک جنگ بزرگ و اتفاقات ناگوار سوق پیدا میکنه. عصر آشوب هست دوستان، الان عصر آشوب مشابه قبل از 1945، قبل از بروز جنگ جهانی دوم که اون موقع هم اپیدمی بی‌نظمی و آشوب قبل از جنگ جهانی دوم رخ داد، بحرانای منطقه‌ای رخ داد توسط ژاپن، حملش به چین، اقدامات ایتالیا موسولینی و آلمان نازی، و این بحرانای منطقه‌ای به صورت مؤثر مهار نشد. در نهایت این بحرانای منطقه‌ای ترانسفورم شد، جمع شد، تبدیل شد به جنگ جهانی دوم. الان هم اگر این بحران‌های منطقه‌ای تضعیف نشه، یعنی مهار نشه، کنترل نشه به صورت مؤثر، هیچ بعید نیستش که اینا برایندش بشه یک به صورت یک جنگ بزرگ جهانی یا منطقه‌ای. و خیلی جالبه که بین سال‌های 1936 و 1941 ایتالیای موسولینی، نازی آلمان و امپراتوری ژاپن یه سری توافقاتی رو امضا کردن که در نهایت منتهی شد به معاهده سه جانبه، تریپارتایت پکت، بین این سه تا بازیگر آشوبگر، و اینا با هم دیگه اتحاد پیدا کردن، متحد شدن برای ایجاد یک نظم جدید. همین الان هم همینه، جمهوری اسلامی روسیه و چین و کره شمالی با هم دیگه جمع شدن، میخوان نظم بین المللی رو به چالش بکشن، و این اتفاقی هم که میفته نشانه از یه سری اتفاقات ممکنه بد و خطرناک در آینده بده. دوستان عزیز، من آماده هستم که اگر پرسشی دارید حتما پاسخ بدم. خیلی ممنونم که با من همراه هستید. سعی کردم که این مطالب رو به صورت آپدیت شده خدمت شما بگم. گفتن آیا مهرداد آز، یه لحظه من از بالا بخونم. واکنش عین الاسدی، بله جمهوری اسلامی میتونه، گفتم گزینه داره، هر یعنی اختیار داره هر جوری میخواد واکنش نشون بده، میتونه واکنش ضعیف نشون بده، میتونه واکنش عین الاسدی به سبک عین الاسدی نشون بده، میتونه به یه منافع اسرائیل توی منطقه حمله بکنه. من دارم در مورد واکنش، من میگم باید جمهوری اسلامی میخواد، اگه هدف جمهوری اسلامی بر اساس قاعده بازی احیای بازدارندگی، شما نمیتونی واکنش عادی و ضعیف نشون بدی، نشون بده، هر جور دوست داری عمل کن، جمهوری اسلامی هر جور که دوست داره عمل بکنه، نمیشه، بازدارندگی به وجود نمیاد. اگر ضربه کاری مهلک و جدی نباشه به اسرائیل بر اساس قاعده بازی، بازدارندگی به وجود نمیاد. حالا هر کاری میخوای بکن، واکنش ضعیف نشون بده، ناتوان هست جمهوری اسلامی، ولی الان توی وضعیتی قرار گرفته باید واکنش نشون بده، راهی نداره، باید بر اساس قاعده بازی بکنه دیگه. الان وقت لفاظی و هوچیگری و این چیزا نیست، یعنی باید خودتو نشون بدی، چند مرده حلاجی، و اگر این کارو نکنه به نظر من ضربه بعدی اسرائیل در راستای استراتژی مابام و اختاپوس به جمهوری اسلامی ضربه مرگبار
کوبنده و دندان شکن خواهد بود. این قاعده بازیه. اسرائیل نزنه، اگر جمهوری اسلامی ضعف نشون بده باخته. یعنی گام اگر جمهوری اسلامی واکنش ضعیف نشون بده زیر آستانه بازی با ریسک بالا، اگر اسرائیل تو گام بعدیش در آستانه دکترین مابام و اختاپوس ضربه بزرگتر و مرگبارتر و دندان شکنتر به جمهوری اسلامی نشون نده باخته اسرائیل. تا این حد دارم میگم بازی شطرنج، بازی قدرته، بازی جنگ قدرت تمام عیار هستش تو منطقه خاورمیانه. و این هست که باعث میشه جمهوری اسلامی بگه که من باید واکنش نشون بدم. ولی میگم هیچ چیز 100% نیست، باید ببینیم که چه اتفاقاتی رخ میده. وضعیت اره، بله. مرسی از شما آقای داوود ایرونی، آقای حسن، آقای آرپی یا خانم آرپی، ادوارد کنوی، ممنونم از شما، خیلی لطف دارید. مرسی. لباس نظامی خواستم که در واقع دارم کانال رو، کانال یوتیوب آمده دوستان، دارم تلاش میکنم که ایمپروفش بکنم، هم به لحاظ کوالیتی، کیفیت و هم کمیت کارهای گرافیکیش رو انجام بدم، ولی نیاز دارم به استقبال شما دوستان. دوستان من خواهش میکنم که به حال این تحلیل هایی که من یا بقیه دوستان انجام میدیم، به حال این تحلیل ها وقت میبره، یعنی روش مطالعه میشه، حداقل من همیشه سعی میکنم مطالعه بکنم با آپدیت های جدید. برای احترام به مخاطب خودم سعی میکنم که وظیفه‌ام بدونم که این کار رو انجام بدم. به هر حال از منم انرژی میره، همونطور که من از شما ممنونم، منت سر من میذارید بیاید اینجا مطالب رو گوش میدید، از وقت خودتون، اولویت‌های خودتون ممکنه بزنید، این برای من بسیار ارزش داره. ممنون میشم که لایک کنید کانال رو، سابسکرایب بکنید، برای اینکه من مطالب به مراتب بهتر و جذابتر و علمیتری رو دارم که بخوام اینجا با فرمای مختلفی در اختیار شما قرار بدم. نیاز دارم که به لحاظ حالا اون معرفتی شما مطالب رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید، کامنت بدید انگلیسی و فارسی، تا اینکه من یه انگیزه بگیرم که بتونم با قدرت بیشتری، با تعهد بیشتری بتونم در واقع این کانال رو ببرم جلو. چون میگم اتفاقات مهمی میفته به هر حال در پیش روی ما و ما باید حواسمون باشه بتونیم که آگاهی خودمون رو بیشتر بکنیم. من خوشحالم که بتونم یه سهم کوچکی رو به اندازه خودم ایفا بکنم برای آگاهی شما، برای آینده ایران، مثل همه شما دوستان عزیز. من واکنشم، من پیشبینیم رو MBB پیشبینیم رو گفتم از واکنش جمهوری اسلامی. من احتمال اون تاکتیک سوارم رو میبینم، ولی نمیدونم خود جمهوری اسلامی هم میاد انجام بده، یعنی اون حملات پشه‌ای چند بچی همزمان خود جمهوری اسلامی داخل میشه یا نه، یا فقط نیروهای نیابتیشه، یا اینکه نه یک واکنش میگم مستقیم و متناسب به موازی اسرائیل انجام میده که بازدارندگی حاصل نشه. میگم هر جوری دوست داره جمهوری اسلامی عمل بکنه. مسئله اینه که اسرائیل چه برداشت و انالیسیسی، ارزیابی از کار جمهوری اسلامی داشته باشه. اسرائیل داره مانیتور میکنه، نشسته ریلکس ضربهشو زده و منتظر پاسخ جمهوری اسلامی. هر جور دوست داره جمهوری اسلامی واکنش نشون بده، اون ضعفو ببینه میزنه، بدتر محکمتر هم میزنه. نزنه باخته اسرائیل به نظر من، یا اگر نباخته باشه به اون هدف حداکثریش نمیرسه. گفتن که بایدن به درد نخورد تا این رئیس جمهور آمریکاست. بله موافقم با شما.
تنها کسانی که ملت ایران رو نجات خواهند داد آقای ناصر الوندی فقط ملت بزرگ ایران بزرگوار ایران هستن. دقیقا کاملا با شما موافقم، سرنوشت ایران دست خود مردم ایران هست. ولی خب فرصت ها باید در واقع استفاده شه ازش به نظر من خیلی هوشمندانه. گفتن که حالا اینجا من نمیدونم هویت فارس و ترک اینجا محلی از اعراب دوستان نداره، با هم خوب باشید، ما الان نیاز به این دعوا نداریم. گفتن جمهوری اسلامی هر جور بخواد بزنه اگه شدید باشه جواب شدید میگیره. دقیقا من فکر کنم واکنش بعدی اسرائیل خیلی مهمه، یعنی ریسک هم برای جمهوری اسلامی همینه دیگه. واکنش بزرگ نشون میده اسرائیل، گفتم حملهش به داخل خاک ایران احتمالا خواهد بود، نه علیه مردم، علیه مواضع نیروهای سپاه و یه جای دیگه تحصیلات اتمی اینا، چون به نفعشه که جلوی برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو بگیره. اما بهانه کافی داره دیگه، وقتی ضربه میخوره بهانه کافی داره که به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله بکنه. در مورد امکانش اینا میتونم یه برنامه دیگه ای بذارم که اون حمله اسرائیل چگونه میتونه باشه، که حالا در رابطه با اون میشه یک برنامه مجزا ساخت. بله در رابطه با موجودیت اسرائیل عذرخواهی میکنم، مسئله یکی از مسائل این هستش که الان موجودیت اسرائیل با خطر رو برو هستش. به خاطر همین من فکر نمیکنم اسرائیل، گفتم این نبرد اسرائیل با حماس و با بقیه نیروهای محور به اصطلاح محور مقاومت نبردی طولانی خواهد بود، به این زودی هم احتمالا تموم نخواهد شد و این جنگ بالاخره کشیده میشه یه جورایی به داخل ایران. اگر اسرائیل هدفش تضعیف حداکثری محور مقاومت یا ضربه بسیار جدی به خود جمهوری اسلامی باشه، نمیگم 100%، ولی اینطور به نظر میاد که به خاطر این موجودی یعنی اگزیستنشال بودن خطری که اسرائیل باش رو برسه، چون که نتانیاهو باشی نباشه اسرائیل نبرد طولانی رو در پیش داره. گفتن شما جای جمهوری اسلامی بودی برای برون رفت از این مرز چه میکردید؟ من جای جمهوری اسلامی بودم هیچ راهی نیستش، وضعیت آچمزه، جمهوری اسلامی نمیتونه از این، گفتم توی سیکل معیوبی گیر کرده جمهوری اسلامی به خاطر اشتباهاتی که در طول 45 سال گذشته انجام داده، به خاطر اینکه پا روی منافع ملی مردم ایران گذاشته و فکر میکرده که این کار درستیه و این همه هزینه کرده برای نیروهای نیابتی خودش، به اصطلاح این محور مقاومت رو تشکیل داده که فکر کرده این براش بازدارندگی ایجاد میکنه، روی سرمایه‌گذاری رو برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهبادی، برنامه شرارت‌های منطقه‌ای، برای اینکه پوتین فرمان بده، چین فرمان بده و جمهوری اسلامی بیاد این آشوب رو تو منطقه پیاده بکنه که کرملین، کاخ کرملین و چینیا بخوان به منافع کلان ژئوپلیتیک خودشون علیه آمریکا برسن. الان رسید به جای یک شرایطی براش به وجود اومده و اسرائیل جمهوری اسلامی رو تو یک معمای امنیت، معمای راهبردی قرار داده که وقتی که نیاز داره به حمایت مردم ایران، پشتوانه مردم ایران برای اینکه بخواد حتی ضربه‌ای رو بزنه بر اساس قاعده بازی به اسرائیل، مردم ایران در کنار جمهوری اسلامی نیستن، مردم ایران در کنار اسرائیل هستن. این یعنی باخت، این یعنی اون وضعیت آچمز، این که جمهوری اسلامی کسی رو نداره که بخواد برای اقدامش ازش دفاع بکنه، حتی پشتوانه مردمی نداره، اقتصادش هم که در واقع وضعیت کاملا فلج کننده هستش، هیچی، یعنی کاملا یه عده اقلیتی رو داره و جمهوری اسلامی نمیتونه اون لوپ، اون وضعیت سیکل باطل رو حل و فصل بکنه. یه دی اسمشو میذارن عقلانیت،
یه عده‌ای میگن این عقلانیت جمهوری اسلامیه، که من گفتم جمهوری اسلامی دیوانه نیست، من نمیگم جمهوری اسلامی عقل نداره. عقلانیت جمهوری اسلامی بقاگرایانه است، عقلانیت بقاگرایانه، عقلانیت محدود به بقا، یعنی سروایوالیسم، عقلانیت بقاگرایانه هستش، فقط بقای خودش رو میبینه حتی به قیمت نابودی ایران. ولی استدلال من این هستش که حتی همین عقلانیت بقاگرایانه جمهوری اسلامی هم به ضرر خود جمهوری اسلامیه، یعنی این روشی که جمهوری اسلامی در پیش برده باعث شده که الان خود بقای جمهوری اسلامی هم به خطر بیفته. پس جمهوری اسلامی به صورت جامع عقلانیت نداره، یعنی بازیگر عاقلی نیست. جمهوری اسلامی عقل داره، دیوانه نیست، به بقاش اهمیت میده، ولی جمهوری اسلامی بازیگر عاقلی نیست، عاقل عمل نمیکنه و عقلانیتش اگرچه بقاگرایانه هست جوری نبوده که به بقای خودش ضربه نزده و نزنه و اون بقاش به خطر نیفته. واقعیات موجود داره اینو نشون میده. پس به نظر من جمهوری اسلامی خیلی بازیگر عاقلی نیستش در عرصه روابط بین الملل، و عقلانیتش هم علیه مردم ایران بوده، به ضرر مردم ایران تموم شده، چون فقط فکر کرده که باید باقی بمونه. اگر اینجوری باشه که جمهوری اسلامی خیلی بازیگر عاقلی هست، عقلانیت داره، پس بشار اسد پراگماتیک ترین و عاقل ترین رهبر در واقع یک کشور در جهان هستش، چون اون برای بقای خودش عقل داشته، برای بقای رژیم خودش سوریه رو تبدیل به زمین سوخته کرد. کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنه آخرش بر سر مردم ایران همینه. برای که جمهوری اسلامی میخواد سر مردم ایران بیاره بر اساس این عقلانیتش برای بقای خودش، عقلانیت بقاگرایانه، اینه که یا ایران رو تجزیه بکنه یا ایران رو درگیر یک جنگ آشوب تمام عیار و ناآرامی ها در داخل ایران بکنه، یا اینکه ایران رو تبدیل به زمین سوخته بکنه. گفتن آیا حمله ایران به اسرائیل به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان دولت مستقل نخواهد بود بعد از 45 سال؟ اولا به نظر من جمهوری اسلامی میخواد حمله بکنه به اسرائیل، ایران حمله به کشوری نکرده، کلا تجاوزگر نیستش، ایران متجاوز نبوده در عرصه سیاست خارجیش، این جمهوری اسلامیه که نه، من فکر نمی‌کنم لزوما به این معنا باشه. خب اینجا یه سایبری هم هستش، من بارها گفتم این سایبری ها قبل اینکه میان اینجا حتما قرص های فشارشون رو مصرف بکنن، چون اینجا قرار نیست حرفایی که شما خوشتون بیاد زده بشه. اینجاش دیگه فکر نمیکرد جمهوری اسلامی که اسرائیل اینجوری ضربه بزنه، ولی من اینو گفته بودم، زنجیره واکنش رو من گفتم، زنجیره واکنشم به نظر من اینو صریح بدون تعارف خیلی صریح دارم میگم، زنجیره واکنش، تئوری زنجیره واکنش یکی از راه‌های عملی و واقع گرایانه برای کمک به روند سرنگونی جمهوری اسلامی هست، مشروط بر اینکه اسرائیل هدف غایی و نهاییش کمک به روند سرنگونی جمهوری اسلامی یا سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. تئوری زنجیره واکنش بر اساس اون المان هایی که داره، من این مقاله که در کنهان لندن نوشتم، به این در واقع هدف میتونه جامعه عمل بپوشونه و به نظر من یک راه حل عملی هستش برای اسرائیل. من فکر میکنم یه جورایی داره بر اساس، نه اینکه تئوری داره، یه جورایی به شکل این تئوری عمل میکنه، یعنی زنجیره واکنش رو میخواد جمهوری اسلامی فعال بکنه، نه اینکه اونا منتظر در واقع تئوری من بوده باشن. خب دوستان خیلی ممنونم ازتون، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. این فرد خب
عزیزان خیلی ازتون ممنونم، هموطنان عزیزم بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، وقتتون رو در واقع گذاشتید برای شنیدن این مطالب. بازم در آخر از شما ممنون میشم که مطالب رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید. گفتم میخوام شبکه رو ایمپروو بکنم به لحاظ گرافیکی و هم به لحاظ کمی و کیفی شکل بهتری پیدا بکنه. حالا دارم فکر میکنم روش و یه سری برنامه‌ها دارم. نیاز دارم به لایک و سابسکرایب شما، کانال رو شیر بکنید، مطالبش استفاده بکنید و این کمک رو بکنید که من بتونم انگیزه داشته باشم. خیلی از شما ممنونم. مراقب خودتون باشید، تحولات رو رصد میکنیم. اتفاقی اگه افتاد که مهم بود، من در خدمت شما هستم با تحلیل استراتژیک تحولات ایران در اتاق جنگ. پیروز باشید، موفق باشید، تا وقت دیگه‌ای پاینده ایران، بدرود.